پنجمین عامل لازمه برای داشتن یک زندگی مقدس روزانه و همگام با خداوند از خودگذشتگی کامل ماست. در بسیاری از مواقع در طی روزهای زندگی گاهی ما تصمیم میگیریم که اراده خداوند را برای زندگی هامون بیابیم و اون رو پیروی کنیم، ولی متاسفانه فراموش میکنیم که برای به اجرا درآوردن اراده خداوند ما باید از سر راه او کنار بریم. این بدین معناست که ما بیشتر سعی میکنیم تا همچنان خواسته های خودخواهانه خودمون را اون زمانهایی که مناسب سلیقه ماست انجام بدیم، در حالی که برای همگام بودن با خداوند باید همواره اول اراده او را ارج نهاده و اطاعت کنیم. در گلاتیان 2:20 از کلام خدا پولس رسول می‌فرماید وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم. پس دیگه من نیستم که زندگی می کنم، بلکه این مسیح است که در من زندگی می کند و این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. خدا را شکر. عزیزان، لازمه که توضیح مختصری در این مورد داده بشه. وقتی ما میگیم برای همگام بودن با خدا باید از خودگذشتگی داشته و خواسته های شخصی خودمون را به طور کامل کنار بذاریم، بدان معنی نیست که ما از تمام لذت های این دنیا نفرت داشته باشیم و دوری کنیم. از خودگذشتگی دلیل بر این نیست که ما دیگه وسوسه نیز نخواهیم شد. از خودگذشتگی به سادگی به این معناست که اجازه بدیم عیسی مسیح در ما زندگی کرده و آن خصوصیات پاک الهی را به نمایش بگذاره. یک بار دیگه یادآور میشم که زندگی همگام با خداوند نه جلو زدن از خواست و اراده های اوست و نه عقب افتادن از آنها، بلکه ما روزانه خواست خداوند را برای زندگی هامون جویا شده و در جهت اجرای آنها زندگی خواهیم کرد. بله، همگام بودن با خداوند نه تنها برای ما آن خوشی، آرامش، سلامت و قناعت واقعی درونی را به دنبال خواهد داشت، بلکه موجب جلال نام خداوند و گسترش ملکوت او نیز می‌گردد. و اما ششمین عامل لازم برای یک زندگی همگام با خداوند و اون حاضر به خدمت بودن به دیگران در همه حال و در همه جاست. عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 10 آیه 45 فرمود من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. خدا را شکر. عزیزان، عیسی مسیح زندگی خودش را صرف خدمت به مردم نمود. او با دوستی و رفاقت با مردم، با شفای روحی و جسمی مردم، با برآورده ساختن نیازهای حیاتی مردم و بالاخره با دادن جان خیش بر روی صلیب برای بخشش گناهان مردم، آنها را محبت و خدمت نمود. من کاملا اطمینان دارم اگه من و شما هم واقعا تصمیم بگیریم تا در زندگی‌های خودمون قدم به قدم با خداوند پیش بریم، او ما را کمک و هدایت میکنه تا هر روزه دیگران را به شکلی خدمت کنیم. عزیزان، در خاتمه لازم به تذکره که وقتی ما تصمیم میگیریم تا قدم به قدم با خداوند در زندگی‌های خود پیش بریم، یک زندگی پرهیجان، سودمند و پاکی را تجربه خواهیم نمود. این به اون دلیله که تمام احتیاجات و نیازهای ما را خود خداوند برآورده خواهد ساخت. او ما را هر روزه برکت داده و برای قدم بعدی با خودش آماده نگه می‌داره. برای قدم به قدم با خدا بودن در طول حیات لازمه که این 6 نکته مهم را به یاد داشته باشیم. نکته اول این که زندگی خود را روزانه به خداوند تسلیم کنیم. نکته دوم این که نسبت به شنیدن صدای خداوند حساس باشیم تا بتوانیم هدایت‌های الهی او را شناخته و پیروی کنیم. نکته سوم این که کلام خداوند را با دقت و حوصله مطالعه کنیم. خداوند در بسیاری از اوقات توسط کلام خود با ما صحبت میکنه. نکته چهارم اینه که دعا کنیم. بله، دعا کردن و گفتگوی صمیمی روزانه با خدا را فراموش نکنیم. نکته ششم این که فروتن و از خودگذشتگی داشته باشیم. سعی نکنیم خواسته های خودخواهانه خودمون را به جا آورده و بخواهیم. و بالاخره حاضر باشیم تا دیگران را در همه حال و همه جا خدمت کنیم. عزیزان، امیدوارم که گفتگوی این 2 هفته ما در مورد مبحث زیستن با خداوند و همگام بودن او با زندگی موجب برکت شما شده باشد. عزیزان شنونده، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. دوستان گرامی، چنانچه مایل می باشید تا مجدداً این برنامه و یا مجموعه کامل برنامه‌های ما را بشنوید، لطفاً از وبسایت ما در radioaramesh.org دیدن بفرمایید. همچنین چنانچه شما احتیاج به همدردی و دعا برای موردی دارید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد.